الله الرحمن الرحیم برام خدای من بخشنده مهربان سلام سلام و صد سلام خدمت تمامی شما شاگردان عزیز امیدوارم که حال همگیتان خوب باشه خوش آمدین به یکی دیگر از درس های ریاضی سنف 11 از مکتب تمدان و امروز هم در ادامه درس های ریاضی سنف 11 هم رسیدیم به آخرین فصل از کتاب ریاضی که مربوط به فصل نهم کتابتان میشه که فصل احتمالات هست و این آخرین درس هایی که دیگه قرار ما با هم دیگه بخونیم اولین درس را که قرار ما از فصل احتمالات آغاز کنیم عنوان درس ما هست ترتیب یا بهش پرموتشن هم میگن که این عنوان هم در صفحه 305 کتابتان هست خب موضوع احتمالات دیگه از نامش پیداست یعنی احتمال احتمالات رو بررسی میکنه مثلا یک حادثه قرار است اتفاق بیفته یا چندین حالت های مختلفه در نظر بگیرین احتمال از اینکه هم حادثه به چند حالت مختلف قرار است که اتفاق بیفته اینا تمامشان نظر به موضوع احتمالات بررسی میشه خب ببینین شما اولین این تصویر مثلا یک شخص هست که سه تا بولیز دارن دو دانه هم پتلون با رنگ های مختلف مثلا همین شخص میتونه که به چند حالت مختلف اینا رو بپوشه یعنی چند استایل مختلف بتونه بزنه با همین دو تا پتلون و سه تا بولیز خود خب ببینین مثلا پتلون اولی با این سه تا امکان دیگه وجود داره البته یا به صورتی که مثلا این دیگه با این نمیشه که دو دانه پتلون ای یک جای بپوشه ببینین با یک پتلون سه بولیز انتخاب داره که و اینجا و پتلون دومی هم به همین صورت سه بولیز دیگر هم اینجا انتخاب داره در کل چند دانه حالت میشه شش حالت متفاوت را میتونه این شخص از این استفاده کنه که هم اینا رو ما میتونیم که توسط فرمول های احتمالات به دست بیاریم که البته ایره هم در کتابتان فرمولش ذکر نشده در لاولای ولای درس ایرا هم برتان میگم خب ببینیم ترتیب چی هست که عنوان درس امروز ما هست میگیم تعداد این انصاره که با یک ترتیب مشخص کنار هم قرار میگیرند عبارت است از اولی در صورتی که تکرار مجاز نباشد مساوی است به n ضرب n منفی یک ضرب میشه تا میشه n منفی دو ضرب n منفی سه تا و عدد یک برسه و همچنان در صورتی که تکرار مجاز باشه این ترتیب ما مساوی است به n ضرب n ضرب n تا و n این بنمای n این خب رو ببینید ما بیشتر برای مثال برتان توضیح بدم البته کتاب کتاب این درس را به صورت خیلی مغلق برتان بیان کرده اصلا اون مفهوم کلی شو نرسانده خب ببینید در ترتیب به چه حالت هست اگر ما این انصار مختلف داشته باشیم و بخوایم ترتیب انتایی ش دست بیاریم یعنی سه تا عدد برتان میته میگه چند تا عدد سه رقمی متفاوت از این میتارین بسازین درسته از ترتیب انتاییش هم ما میخواییم از این انصار ولی اگر مثلا سی انصار داشته باشیم بگویید چند تا عدد دو رقمی متفاوت میشه این دیگه یک بحث جداگان است این مربوط به تبدیل ها میشه پس یک چیز نکته مهمی که شما باید در نظر بگیرید ترتیب باید تر اگر این انصار داشته باشین ترتیب انتایی هایش از شما بخواد. مثلا ببینید سه دانه عدد را در نظر میگیریم سه عدد پنج سه مثلا چهار سه عدد داریم بر شما گفته میشه که از همی چند دانه عدد سی رقمی متفاوت میتونین دریافت کنین در صورت که تکرار مجاز نباشه یعنی پنج دیگه دوبار ذکر نشه حتما اعدادش پنج سه چهار باشه خب این فرمولش به این صورت هست اول کار میکنه میره بعد فرمولش نشته میکنه مثلا اولین عدد چند میشه؟ همین خود پنج سد و سی و چهار یک عدد خب بعدش اگر پنج اول باشه و این دوتا رو جایش تبدیل کنیم پنج و, چهل و سه. خب حالا اگر سه اول باشه میشه سه و چهل و پنج خب اگر سه اول باشه جای پنج و چهار تبدیل کنیم سه سد و پینجابا. چهار خب حالا اگر چهار عدد اول باشه چهار و سی و پنج و همچنان 453 غیر از این شش حالت شما دیگه هیچ عدد سی رقمی را از جمله از این سی عدد شما پیدا کردن نمیتونین. پس چند عدد شد؟ یک، دو، سه، چهار، 5, 6 دانه این در صورت است که تکرارشان مجاز نبود یعنی در یک عدد شما قرار نبود دو دانه پنج انتخاب کنین یا دو دانه سه را انتخاب کنین پس فرمولش در این حالت چی میشه به این صورت میگیم پی ترتیب انتایی ها در صورت که تکرار مجاز نباشه این مساوی است به ان فکتوریل خب فکتوریل چی هست؟ حاصل ضرب اعداد طبیعی مثلا ما میخوایم که فکتوریل ان را دریافت کنم حاصل ضرب اعداد طبیعی از یک تا به همون خود عدد مثلا به چی صورت؟ مثلا اگر داشته باشیم سه فکتوریل این مساوی است به میتونین یک ضرب دو یک ضرب ضرب سه بگیرین یا سه ضرب دو ضرب یک بگیرین فرق کنه ولی خوبترش ترش که شما از بزرگ به کوچک برین سه ضرب دو ضرب یک به همین ترتیب مثلا اگر چهار فکتوریال داشته باشین این مساوی است به چهار ضرب سه ضرب دو ضرب یک خب سه ضرب دو شش شش ضرب یک شش سی فاکتوریال ما هست شش برازی که مثلا اینا را تکرارشان جلوگیری شود جای کمتر را بگیره از فاکتوریال استفاده میکنن. یعنی حاصل ضرب اعداد طبیعی از یک تا به هم خود عدد خب چهار فاکتوریال هم به همین صورت مثلا اگر داشته باشین پانزه فاکتوریال این مساویت به 15 ضرب چهارده ضرب ضرب کرده برین تا برسین به عدد یک تمام شد ضرب میکنین عددی که حاصل میشن مربوط به 15 فاکتوریال هست خب پس Pn ترتیب انتایی ها در صورتی که تکرار مجاز نباشه مساوی از به n فکتوریل. خب ببینین همیره ما نظر به فرمول اگر دریافت کنیم سه دانه عدد داریم درست است برتان گفته میشه از همین سه عدد چند دانه عدد سه رقمی شما دریافت کرده میتونین که اونا در وین چند عدد تکراری نباشه خب پی چند میشه سه سه تا عدد داریم این مساوی است به سه فکتوریل خب سه فاکتوریال چی شد سه ضرب دو ضرب یک سه دو شش شش ضرب یک شش پس ما چند عدد تانستیم دریافت کنیم شش تا پس بدون از که ما بیایم تمام احتمالات را بررسی کنیم حالت ها را می توانیم راستا جواب آخرش را نظر به این فرمول دریافت کنیم پس این یک فرمول که شما باید یاد داشته باشین این در صورت است که تکرار مجاز نیست حالا اگر تکرار مجاز باشه و چی معنا؟ مثلا همین سه عدد در نظر میگیریم پنج سه چهار پنج سه و چهار خب پنج سه چهار یعنی اول، پنج سد و سی چهار مثلا پنج و پینجا چهار مثلا پنج سد و پینجا پنج, پنج ببینین تکرار دیگه مجاز است یعنی پنج را میتونید دو بار انتخاب کنین سه بار انتخاب کنین حالت های مختلف داره که اگر تمامی حالت ها را شما بررسی کنین عددی که حاصل میشه از این فرمول میتونین به صورت ساده دریافتش کنین پی ان مساوی است به ان به توان ان درست است خب ان ما چند است سه هست پس پی سه مساوی است به سه و نمای سه سه و توان سه سه ضربه سه ضربه سه چند میشه؟ بیستا هفت پس شما از این سه رقم میتونین که بیستا هفت دانه عدد مختلف بسازین در صورت که مثلا در ونیشان چی باشه؟ تکرار هم مجاز باشه پس فعلا ما دو دانه فرمول را دریافت کردیم برای ترتیب یعنی سه دانه عدد به ما داده, بودن ترتیب سه تایی هایش خواسته بودن این مربوط به موضوع ترتیب میشه پس یکش بود تکرار مجاز نیست میشه n فکتوریل و اگر تکرار مجاز باشد میشه n بنامای n تکرار مجاز است پس این دو فرمول یادداشت داشت بگیرین و انشالله که شما موضوع چی هم درک کرده باشین فکتوریل را خب بریم طرف ادامه درس خود خب گفته در تعداد ترتیب ان انصار تحت یک شرط که به نام پرموتیشن ان انصار نیزیاد میگردد را به پی نشان داده و مساوی از به پی ان مسایب ان در صورت که تکرار مجاز یا ممکن نباشد. پس در ترتیب که تکرارش مجاز نباشد مثل از این حالت، سه تا عدد داشتیم اعداد سه رقمی رو در نظر می گرفتیم که ترتیبش مجاز نیست همین ترتیب رو بهش چی میگن بهش پرموتیشن میگن که فرمولش هم امی هست پی ان مساوی و n فاکتوریال و همچنان یک موضوع خیلی مهم دیگه که هست به این حالت هست میگیم در صورتی که در ترتیب تکرار مجاز باشد در این صورت تعداد ترتیب ها یا پرموتیشن های با تکرار را به P که یعنی ترتیب که ان نشان داده و به این معنی است که یک انصار که مرتبه در این ترتیب تکرار گردیده است و تعداد مجموعی با توجه به حالات بدون تکرار عبارت است از خب اینی فرمول را داریم خب ببینیم همین موضوع به چی معنا هست همین جمله که در کتاب ما ذکر شده مثلا من سه رقم را در نظر گرفتم 5 سه، چهار، خب سه عدد است من میخوام ترتیب ستای هایشان رو دریافت کنم خب پنج سه 4 سه تا عدد متفاوت هست در بین خود اعداد عدد تکراری رو نداریم ولی یک وقت هست که در بین اعداد عدد تکراری داریم مثلا به این حالت خب ببینین ما مثلا چند دونه سم بین که استفاده کنیم مثلا باشه ای بی مثلا ای و سی چند دانه به ما عدد داده میشه؟ چهار دانه ایره میگه شما چیکار کنید ترتیب چهار تایی های از ایره دریافت کنید چند حالت مختلف نظر به این وجود داره خود در وین از این چهار تا حرف اگر ببینیم دو دانش یکسان هست پس در این صورت ما میتونیم که ترتیب انتایی هاش از این فرمول دریافت کنیم خب پی ک بالای ان به با این صورت خوانده میشه ترتیب ک بالای ان این مساوی است به ان فکتوریال بر ک درست است مثلا اگر من همین حالت رو در نظر بگیرم چند دانه ترتیب چهار تاییش میتونم حساب کنم کل اعدادش هست چهار دانه پس میشه چهار فکتوریال بر که فکتوریال خب یکش از دو بار تکرار شده چند تا تکرار داریم؟ دو تکرار میشه چهار فکتوریال بر دو فکتوریال که در اینجا که و ان هر دو تاش از جمله اعداد طبیعی باید باشن ان و ک شامل اعداد طبیعی و همچنان همیشه باید که چی باشه؟ کوچک و مساوی از n باشه که کوچک و مساوی از n یعنی نمیشه دیگه بیشتر باشه چهار دانه عدد داشته باشیم یکیش باشه پنج بار تکرار شده باشه امکان نداره پس ک یا همیشه کوچک از n هست یا مساوی به n مساوی به nش با چه صورت هست مثلا چهار دانه عدد داریم تمام عددش یکسان هست مثلا داریم سی س C C این حالت درست است پس نظر به این فرمول ما میتونیم در صورت ترتیب انتایی ها را دریافت کنیم که در بین اعداد یا داده های ما چی باشن اعداد تکراری داشته باشیم مثلا شما یک کلمه در نظر بگیرید کلمه مثلا افغانستان درست است چند بار مثلا الف تکرار شده افغانستان اگر شما حساب کنید سه بار الف تکرار شده پس اگر تمام کلمه ها را حروفش را جداگانه حساب کنین او میشه مربوط به عدد n ولی اگر او تکراری هایش را حساب کنین مربوط به عدد کم میشه یک موضوعی که یک کم بعد از چند مثال ذکر شده من خواهیم که همون هم در همینجا برتان بگویم خب حالا در اینجا ببینین در بین چهار عدد فقط یکیش دوبار تکرار شده ولی اگر میره بهش عمومیت ببخشم برش مثلا ایره فرمول عمومی تر نظر بگیریم یک زمان هست که چند تا عدد چند بار تکرار شده مثل از این خب مثلا داریم ای بی مثلا ای سی سی دی ببینین هم ای دو بار تکرار شد هم سی دو بار تکرار شد پس یکیش میشه مربوط به که یک و بعدیش میشه مربوط به که دو خب فرمول کلیش در این حالت به این صورت میشه میشه پی کیک مثلا ممکن است چندین عدد متفاوت داشته باشیم کدو تا و کی ان بالای ان ترتیب ازی بالای ان مساوی است به خب ان فکتوریال را شما در صورت بگیرین تقسیم بر خب یک فکتوریال ضرب کدو فکتوریال به همین ترتیب تا آخر یک فکتوریال ضرب که دو فکتوریل به همین ترتیب ضربه که n فکتوریل شما نظر به این فرمول میتونین که ترتیب انتایی های رو دریافت کنین که در بین اعدادش اعداد تکراری وجود داشته و شمسن در همین جای اگر ما بخوایم ترتیب از حساب کنم این مساوی است به خب میشه پی n چند بالای چند میشه؟ پی n که یک و که دو دو دانه تکراری داریم این مساوی است به پی یک دو سه چهار پنج شش 6 البته ان شد 6 خب یکیش هم دو و دو میشه دو و دو ترتیب دو و دو بالای 6 دو دانه تکرار شده مثلا اگر داشته باشیم سه دانه ای پس میشه ترتیب سه و دو بالای 6 این مساوی است به 6 فکتوریال در صورت سه فکتوریال ضرب دو فکتوریال خب ساده سازیش هم خیلی ساده است شما 6 فکتوریال هست. تا زمان ساده سازین که به فکتوریال برسین به این صورت شش ضرب 5 ضرب چهار ضرب 3 فکتوریال تقسیم بر 3 فکتوریال ضرب دو فکتوریال خب 3 فکتوریال با 3 فکتوریال تمام دو فکتوریال میشه دو ضرب یک مسایبه دو یک دو 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 چهار دو 5 ده 10 شش پس ما 60 حالت مختلف را نظر به این میتونیم که در نظر بگیریم خب این هم شد مربوط به پرموتیشن هایی که اعداد تکراری دایشان بود حالا این طرف مثال که ببینیم مثال به چه صورت هست خب مثال هایی که در کتاب آمده مثال اول گفته قیمت عددی 3 فکتوریال، 5 فکتوریال و 8 فکتوریال را به دست آورید و مثال دوم نشان دهید که برای هر عدد طبیعی این فکتوریال است به n منفی 1 ضرب n فکتوریال البته اینجا اشتباه شده اول باید باشه n ضرب این, این منفی 1 فکتوریال خب این که با هم دیگه حل کنیم خب شاگرده عزیز ببینید مثال به چی صورت هست خب مثال اول ببین ما فقط همون 8 فکتوریال شبرتان کار کنم چون 3 فکتوریال دیگه کار کردیم یا ببین 5 فکتوریال هم کار کنیم پنج فکتوریال مساوی است و چند زمانی که گفتیم پنج فکتوریال فکتوریال به این معنی که ما پنج ضرب کرده بریم تا برسیم به عدد یک یعنی پنج ضرب چهار ضرب سه ضرب دو ضرب یک خب این مساوی به چند میشه؟ پنج چهار بیست دو سه شش شش ضرب بیست شد یک بیست پس فا... پنج فکتوریال ما شد عدد 120 بعدش هست هشت فکتوریال هشت فکتوریال هم به این معناست که شما هشت ضرب 7 ضرب 6 ضرب 5 ضرب 4 ضرب 3 ضرب 2 ضرب 1 بسازین خب جامش هر چی که شد دیگه تا اینجا شد 120 ای سی عدد هم ضرب کنه. این سه عدد ضرب کنین ضرب 120 عدد 8 فکتوریل حاصل میشه خب در مثال دوم گفته شما نشان بتین که n فکتوریل مساوی است به n ضرب n منفی 1 فکتوریل خب ای فکتوریل فقط مربوط به قوس n منفی 1 هست خب ببینین من نظر به همین مثال برتان کار کنم مثلا من میتونم که پنج فکتوری به چه صورت نشته کنم پنج ضرب این منفی یک منفی میشه پنج منفی چهار فکتوریال پنج ضرب چهار فکتوریال هم درست است مثلا ببینین در اینجا پنج ضرب چهار فکتوریال اگر من این قسمت را در نظر بگیم چهار ضرب سه ضرب دو ضرب یک به چی معناست؟ به معنای عزیز است که یعنی چهار فکتوریال پس می توانیم کنیم پنج ضرب چهار فکتوریل یا اگر اینجا رو در نظر بگیرم هشت فکتوریل داریم اگر از هفت تا یک را حساب کنم یک قسمت چی میشه؟ میشه هفت فکتوریل ضرب هشت هم بسازیم میشه هشت ضرب هفت فکتوریال به همین ترتیب در اینجا هم داریم این فکتوریال ما مساوی است به این ضرب این منفی یک ضرب این منفی دو به همین ترتیب تا یک را ادامه دارد که از اینجا تا n منفی 1 میشه n منفی 1 فکتوریل پس n فکتوریل ما حتما مسایز ده به n ضرب n منفی 1 فکتوریل یا به این صورت یک حالت دیگه شما مثلا در سوالات, در سوالات مختلف حالات های مختلف را شما باید در نظر بگیرید چون بعضی جاها ممکن است که شما اختصار را انجام بدین و ساده تر شد. سن n فکتوریل را هم میتونین نشته کنین که n ضرب n منفی 1 ضرب n منفی 2 فکتوریل درست از اینجا تعدد یک را اگر من محاسبه کنم میشه n منفی دو فکتوریل ولی اگر اینجاش باقی میمانه دیگه میشه n ضرب n منفی یک فکتوریل البته ان ضرب n منفی یک ضرب n منفی دو فکتوریل به همین ترتیب شما تمامی مثالات را میتون در نظر بگیرید مثلا 5 فکتوریل را که شد 120 اینو میتون نشته کنید که 5 ضرب 4 فکتوریال. یا مثلا میتون نشته که 5 ضرب 4 ضرب 3 فکتوریال. یا حالت های مختلف مثلا هشت هست میتن نشته کنید هشت ضرب هفت ضرب شش ضرب پنج فکتوریل یا می نشته کنین هشت ضرب هفت ضرب شش فکتوریل در ایر در حل مثال ها می بینیم که این کار ما خیلی ساده تر می سازه چون بعضی از جاها ما ممکن است که صورت را با مخرج اختصار کنیم اگه ما زیادتر انکشاف بتیم کار مشکل تر میشه پس هم یک مقدار که ساده ساختیم ادامه شد و صورت فاکتوریال باقی مگذاریم و ادامه سوال را کار میکنیم و همچنان مثال دوم به این صورت هست خب مثال دوم را اول بخونیم گفته در یک سالون امتحان 16 شاگرد از صنوف مختلف به خاطر اخذ امتحان سویه گرده هم جمع گردیدن و چند شکل می توانند روی شانزه میز با هم بنشینند در صورت که تغییر محل هر شاگرد به حیث یک حالت در نظر گرفته شود ببینید ما شانزه شاگرد داریم و شانزه دن چوکی داریم این شانزه شاگرد می خواهند که چیکار کنند در چوکی ها بشینند و قسمی که اگر یک نفر جای خود با نفر دیگه تبدیل کنه یک حالت مختلف پیدا میشه پس در اینجا تکرار مجاز نیست زمانی که تکرار مجاز نباشه گفته بودیم پی ان مسایس و ان فکتوریل پس این 16 شاگرد که پی 16 میشه و 16 فکتوریل حالت میتونن که بشینن بالای چوکی ها خب و در ادامه سوال به این صورت گفته اگر شاگردا خودشان بالای چوکی ها نشینن چی شود همین جاهای خود با بکس های خود یا با بیک های خود عوض کنند یعنی جاها را با بیک های خود اشغال کنند گفته در این صورت چند تا حالت ممکن است در صورتی که چهار تا از این شاگرد ها بیک هایشان یکسان باشد پس در بین 16 بیک چهار تاش یکسان هست چهار دانش تکراری هست پس فرمولش به این صورت می شود P که بالای N میشه P چهار بالای شانزه مثلا ایسته به شانزه فکتوریال بر چهار فکتوریل 16 رو میتونین تا چهار محاسبه کنین تقسیم به چهار فکتوریل البته این قسمت را در کتاب اشتباه کرده میشه شانزه فکتوریال بر چهار فکتوریل خب شاگرده عزیزی هم بود از درس امروز ما انشالله که درس یاد گرفته باشین دوباره درس مرور کرده و تم... البته ای سوال ها را دوباره کار کنین چون هنوز به تمرین درس نرسیدیم پس تا جلسه بعدی روز خدا نگهدار Thank <music> you.